تا حالا شده توی فتوشاپ یک کاراکتر طراحی کرده باشی و بخوای حرکت بدنش رو تغییر بدی اما بلد نبودی چطوری؟ همراه من باش، بهت میگم. درود به همه هنرمندان عزیز، من سارا هستم. خیلی خوش اومدین به یکی دیگه از ویدیوهای کانال سارا اسکیل. قراره تو این ویدیو از ابزار پرسپکتیو وارپ و پاپت وارپ بهتون آموزش بدم که خیلی جذابه و میتونه توی ساخت انیمیشن یا کاراکتر بهتون کمک بکنه. بریم سریع آموزش رو با هم شروع کنیم. من از قبل دو تا عکس توی فتوشاپ باز کردم، میام تو قسمت ادیت، میخوام پرسپکتیو وارپ و پاپت وارپ رو بهتون بگم. این عکس رو انتخاب میکنم، میام تو قسمت ادیت و پرسپکتیو وارپ رو میزنم. ببینید شکل موسمن تغییر میکنه، البته نقطه نقطه میشه. از این گوشه میگیرم، کلیک و درگ میکنم، ببینید حالت مربع شکل شطرنجی مربع میشه و تا اینجا رهاش میکنم. میخوام این قسمت رو توی پرسپکتیو ببرم. ببینید اولین کاری که میخواین انجام بدین، بخواین تغییرش بدین، باید یه دونه اینتر بزنین. یعنی اگر الان من موس رو بیارم این قسمت، شکل این حالا پینه میشه ولی تغییر نمیکنه. یعنی تغییر میکنه پرسپکتیو ولی خود عکس تغییر نمیکنه. برای همین باید یه دونه اینتر بزنیم، فقط اینتر. این تیکه بالا رو نباید بزنیم، فقط یه دونه اینتر باید بزنیم که بتونی تغییرش بدی. حالا میتونم از این قسمت تغییرش بدم و این عکس رو ببرم توی حالت پرسپکتیو. از این پایین هم میتونم ببرم، مثلا این شکلیش میخوام بکنم. خب به این شکل هست که حتی شما از این قسمت بالا، این نوار ابزار بالا، میتونید تنظیماتش رو استفاده بکنید. اگه اسکیپ روی کیبورد رو بزنید برمیگرده به حالت اول، کلا خارج میشه. و مجدد میرم تو قسمت ادیت، دوباره پرسپکتیو وارپ رو میزنم، یه دونه اینجا میکشم، اینتر رو میزنم. شما اگر مثلا یه حالتی رو تغییر میدین به این شکل، خب پشیمون میشین. اگر اسکیپ رو بزنین کامل خارج میشین، اما اگر کنترل زد رو بزنین برمیگرده به حالت اول، دیگه خارج نمیشه از اون حالت. این قسمت بالا اگر لی اوت رو بزنین و شروع کنم به کشیدن، ببینین خود تصویرمون حرکتی نمیکنه. دوباره برمیگردم به حالت اول، روی دومی وارپ که کلیک بکنم، حالا تغییر بکنم، ببینیم حالا شکلمون تغییر میکنه. این قسمت بالایی ها، ببینید من یه تغییراتی اینجا میدم، مثلا یه همچین حرکتی میزنم. روی اولی که کلیک بکنم خودش یه حالت های مختلفی برای خودش میده. روی دومی کلیک بکنم این حالت رو میده، روی سومی هم که کلیک بکنم یه حالت دیگه میده. مثلا من اینو بیارم پایین تر، روی سومی کلیک بکنم خودش حالت ها رو تغییر میده. به این شکل هست. این قسمت کلا ریستش میکنه، ریمووش میکنه. وارپ رو همینطور که نوشته روش که کلیک بکنم، کلا وارپمون ریموو میشه و برمیگرده به حالت اول، اما از حالت وارپ کلا خارج نمیشه. اگر مثلا من بیام این قسمت، این تیکر رو اینجوری کنم، این تیکر رو اینجوری کنم و میخوام همین رو داشته باشم، اون موقع است که ما میتونیم این تیک اینجا رو بزنیم و کلن همون حالتی میمونه. ببینید کلن همون حالتمون. و اگر حالا دوباره من برمیگردم، دوباره البته باید برم توی این قسمت، بیام اینجا رو بگیرم، یه اینتر بزنم، مثلا این حالتیش کنم. اگر شما بیاین این قسمت، این علامت حالا ممنوع کنسل رو اینجا بزنید، کلا از حالت همه چیز کنسل میشه، همون کار اسکیپ روی کیبورد رو بزن. این از این قسمت. میام تو قسمت ادیت برای پاپت وارپ. پاپت وارپمون اینجا خاموشه. چرا؟ به خاطر اینکه عکسمون حالت قفل داره. من از حالت قفل اینجا ببینید حالت قفل خارجش میکنم و الان میام تو قسمت ادیت و پاپت وارپمون اینجا الان فعال شد. روش که کلیک بکنم ببینید یه عالمه خطوط داره، یه حالت شبکه‌ای مانند هست این خطوط. من هر جا کلیک بکنم، الان اینجا یه دونه کلیک بکنم و حرکتش بدم، کل کار من حرکت میکنه. برای اینکه حالا یک قسمت حرکت کنه، من یه دونه نقطه دیگه باید ایجاد کنم، یه نقطه دیگه بزنم و الان حالا کارمون یک مقدار حرکت میکنه. حالا روی این عکس زیاد مشخص نیست، روی حالا عکس بعدی برم مشخص میشه. ببینید هم کل کار رو داره حرکت میده، همون قسمتی که من کار میکنم ببین داره جمع میکنه، این قسمت رو داره به داخل جمع میکنه. شما با پاپت وارپ میتونین یه همچین کاری رو اینجوری به این صورت انجامش بدین، شکلتون رو تغییر بدین. که حالا این قسمت بالا رو اگه بخواین روی این تیکه بزنین کلا همین میمونه و اگر این یکی حالا کنسل رو بزنین کلا کنسل میشه، که اسکیپ روی کیبورد هم کنسلش میکنه. بهتره که روی عکس بعدی بهتون توضیح بدم که بیشتر برای کارهای انیمیشن پاپت وار استفاده میشه، که توی ایلوستراتور هم این گزینه هست و خیلی راحت میشه ازش استفاده کرد. تا اینجای ویدیو با پرسپکتیو وارپ و پاپت وارپ آشنا شدیم، اما اصل پاپت وارپ کار روی کاراکتر هست که میتونید دست و پاش رو تغییر بدین. در ادامه
بهتون میگم. اما قبلش اگر تا اینجای ویدیو لذت بردین لطفا لایک بکنید که انرژی فوق العاده میگن، و اگر هنوز توی کانال سابسکرایب نکردین دکمه سابسکرایب رو بزنید. ادامه رو بریم ببینیم و تکمیل کنیم. من یک مقدار این رو بزرگترش میکنم که این حالت میام تو قسمت ادیت و پاپت وارپ رو میزنم. این شطرنجیه شبکه خطوطه روی همش قرار میگیره. حالا میام یک جایی از بدن، یعنی هر جایی از بدنش که بخوام تغییر بدم یک نقطه میذارم، یک علامت. مثلا اینجا این قسمت دستش، یعنی از این آرنج تغییر میکنه دیگه، اینجا یه دونه نقطه میذارم که آرنجش رو تغییر بدم. یا مثلا مچ دستش رو آدم میتونیم تغییر بدیم، روی مچ دست دوباره یه دونه کلیک میکنم که تغییر کنه. و هر جایی از بدن این کاراکتر رو شما نقطه بذارید، حتی توی گردنش نقطه بذارید، شما میتونید اون جا رو حرکت بدین. هر جایی که من بذارم، من فعلا دارم یه سری جا میذارم که الان روی سرش کجا بذارم، یه مرکز اینجا سرش میذارم و بعد اینا رو میتونیم تغییرش بدیم. خب الان من همه جای این کاراکتر رو از این نقطه ها گذاشتم. موقعی که میخوام حرکت بدم یکم زومش میکنم، موقعی میخوام اینجا رو حرکت بدم، اینجا آرنجش رو، روشی کلیک میکنم داخلش آبی رنگ میشه و حالا میتونم حرکتش بدم. میتونم به سمت پایین حرکت بدم، میتونم به سمت بالا حرکت بدم، اینا همه تغییر میکنه. و این قسمت مچ دستش رو هم ببینید، این قسمت میتونیم تغییرش بدیم، این قسمت رو تغییر بدیم. برای کار انیمیشن خیلی این کارا میتونه کمک بکنه، توی ایلوستراتور هم داره که میتونی همه اینا رو تغییر بدین. اصلا پاهاشو میارین رو هم و همونجا هم بتونین وکتورش رو بسازیم. این گردنشو میارم اینجوری، گردنشو کچ کرده و از این قسمت هم اصلا میتونین یه همچین حالتهایی رو میتونین به کاراکترتون بدین. خب حالا میام نوار ابزارهای بالا. تو قسمت مود ما الان روی نرمال هستیم. اگر روی اولی ریجید بزنیم کلن مدلش عوض میشه. ببینید من روی نرمال میزنم این حالت میشه، روی ریجید تغییر کنه. روی آخری دیستورت اگر بزنیم یک حالت توپل بهش میده. حالا هر قسمتی که شما کلیک بکنید این قسمت پایین کلن گندش میکنه. قسمت بعدی دنسیتی هست که الان روی نرمال هستیم. اولی فیور پوینتس هست، یعنی پوینت های کم، نقاط کم. روش کلیک میکنم کلا نقاط و اون شبکه ها رو میبینید کم کرده. روی آخری مور پوینتس، یعنی تعداد بیشتری از نقاط رو نشون میده. ببینید خیلی دیگه ریز شدن نقاط ها، خیلی زیاد شدن و دیگه شلوغ شده. و من روی نرمال قرار میدم که هم بتونی خطا رو راحت ببینی، نقاط رو بتونی بذاری. روی قسمت بعدی اکسپانیشن هست، این عدد 2 پیکسل زده. من اگر بیارمش به سمت راست میبینید که یک حالت حجم، یعنی اومد یک حالت خطی بیشتری رو اطرافش بهش داد، یعنی یکم پهن‌تر کرد اون حالا شبکه ها رو یکم کم، یعنی هر چقدر که کمترش کنم به سمت منفی داره میره، میبینید به سمت داخل میره و یکم حالا حالت جمع‌تر داره که من روی همون 2 پیکسل قرار میدن که حالت نرمالش هست. قسمت شومش کلیک، این تیکش زده شده و ما این شبکه ها رو، یعنی خط ها رو داریم میبینیم. اما اگر میخواین نبینین و فقط نقاط رو ببینین میتونین تیک شومش رو وردارین، اما بازم میتونین از نقاط استفاده کنین. ببینین اینجا رو حرکت بدین به سمت پایین، بدنش رو اینجوری بدین به سمت بالا، بدونین که حالا اون شبکه ها، یعنی خط ها رو بخواین ببینین. دوباره روی شومش بزنین، این مشا دوباره مشخص میشه. این قسمت پین دپ چیا هست؟ ببینین من این قسمت پای سمت راستش رو میارم، میذارم روی پای سمت چپ قرار میدم. خب این پای من روی این دوتا حالا آیکون کلیک میکنم. شما اینجا رو دقت کنین، روی این دومی کلیک بکنم پای راستش میره پشت پای چپ قرار میگیره، و اگر بخواین دوباره این پا روی این پا قرار بگیره دوباره این یکی آیکون رو میزنم و میام رو قرار میگیره. خب این قسمت بالا اگر ریست رو بزنم، ریموو رو بزنم، کلا برمیگرده به حالت اول. اگر روی این یکی تیک بزنم و اینتر بزنم، همینی که الان ما درست کردیم تیک میخوره، و این یکی هم که کنسلش میکنه کنه از حال از این حالتی که هست کنسل میکنه که من روی تیک میزنم که میخوام یه همچین حالتی رو به من بده. پس پاپت بارت این کار رو انجام میده. خب اینم از این ویدیو، امیدوارم که لذت برده باشین. شما با ابزار پاپت بارت توی فتوشاپ راحت ترین یا ایلوستراتور؟ لطفا برام کامنت کنید. با لایک و کامنتاتون مثل همیشه بهم انرژی بدین، و اگر هنوز توی کانال سابسکرایب نکردین خوشحالم میکنین که دکمه سابسکرایب رو بزنید.